قرآن امروز رو بچه ها میدونی چه کدوم یکی از دوستای عزیزمون میخوان تلاوت کنن؟ بله آرتین عزیز، آقای آرتین، بله میخوان قرآن رو با صدای زیبای آرتین بشنوی. پسرای خوبم همه آماده ای؟ آرتین جان سلام خانوم، سلامتی بخیر. یه خودم کنه امروز اشکال نداره، صبر میکنیم تا باز. سلام، صبح شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی وسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن حافظتون باشه پسرای خوبم، ممنونم. دست شما درد نکنه. بچه ها برای سلامتی آرتین جون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه های خوبم برای سلامتی خودتون و خانواده هاتونم یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میدونید که با فرستادن صلوات دهانمون خوشبو هم میشه؟ بله. قرآن حافظ همه تون باشه پسرای گل من. دست همه تون درد نکنه که اینقدر توی این موقعیت فعال هستید. الان نوبت ورزش صبحگاهیه و میریم و ورزش صبحگاهی رو با دوست عزیزمون ببینید. پسرای خوبم، دوست عزیزمون ورزش صبحگاهیش رو بذاریم و تماشا کنیم ورزش صبحگاهی رو. انشالله تو سرباز بشه. یه خورده اینترنت بچه ها ضعیفه، اجازه بدید. ماشاءالله ورزشکار کوچکمون، آفرین. شما هم ورزش کنید بچه ها، خیلی خوبه. نرمش ها رو نگاه کنید که پنجه عزیزا. آفرین، خدا قوت بده. سفن تا جون، خدا قوت. آفرین به شما، ماشالله 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 به ورزشکارای کوچک، ماشالله هزار ماشاءالله. ورزشکارای کوچک، ماشاءالله ماشاءالله. آفرین به پسرای گلم، باریکالله ماشاءالله. آفرین، باری کلا باری کلا، ورزشکار کوچکمون، ماشاءالله بهتون، ماشاءالله عالی عالی. آفرین، هزار ماشاءالله ماشاءالله به پسرای گلم. آفرین به شما هم که نرمش میکنید، ممنون ازتون، ممنون. آفرین بهتون، خیلی خوب بود. دستتون درد نکنه، ورزش های صبحگاهیتون عالیه. بچه ها منتظرم ببینم که روز سه‌شنبه ورزش صبحگاهی عالی کدوم یکی از شما گلا رو خواهم دید. آفرین بهتون پسرای گل من، خدا قوت به همتون میگه. الان نوبت میرسه به تقویم روز و تقویم روزمونو آقای طاهای میرزاده میخواد برامون بچه ها اجرا کنه. منتظر میمونیم. سلام، روزش تو بشه. ببخشید خواستنگم روز شما بخیر. صبح شما بخیر. حالا میرم بسرم بخیر. مرسی عزیزم، بفرمایید. امروز یک شنبه 21 دی ماه سال 1399 برابر با
ده ژانویه و بیست و دو هزار و بیست و یک میلادی و بیست و شش جمادی اول 1442 قمری است. از آغاز سال 297 روز گذشته و به پایان آن 68 روز مانده است. در سال 1390 مصطفی احمدی روشن دانشمند فیزیک هسته‌ای ایران ترور شد. او معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نتنز بود. آفرین، خیلی خوب میخونی تقدیم روز تو، عالی، ممنونم از شما، دست شما درد نکنه. بچه ها با شنیدن تقدیم روز خیلی معلومات تون میره بالا، تمام اطلاعات روز رو به دست میاریم، متوجه میشید که چه مناسبتی داره، چند روز دیگه مونده که پایان به پایان سال برسی. آفرین بهتون که اینقدر دقیق دارید کار میکنید. پسرای یکی، پسرای دو، سه، آفرین به شما عزیزای من. الان نوبت میرسه به قسمت شاهنامه خوانی ما آقای علی سینای عزیز. علی سینا جان لطفاً بفرمایید، دستتون بگیرید بالا و شروع کنید برامون. علی سینای عزیزمون. سلام خانم. سلام عزیزم، صبح شما بخیر، منتظریم پسر گلم، بفرمایید. شروع سنجه دست ویازا به نام خدا نبرد رستم و سهراب. شروع سنجه دست ویازا شد به سان یکی تیغ پولا شد. خواهد شد سوی آب روان چنان چون شده باز یابد روان. به خود روی آب و سر و تن بشد به پیش جهان آفرین شد نخود. همی خواست پیروزی و دستگاه نبود آگه از بخشش هور و ما. وزان آب خورد به جای نبرد پرندیشه بود دل و روی زد. همین تاخت سهراب چون پیل مست کمندی به بازو کمانی به دست. گرازان و بربور نعر زنان سمندش جهان و جهان و کنان. عالی، آفرین، باریکالله، ماشاءالله، ماشاءالله، خدا قوتتون، خدا حافظتون باشه، ممنونم ازتون، دست شما همگی درد نکنه پسرای گل من. عالی، آفرین به شما، آفرین. امروز یک حافظ خوانی هم داریم بچه‌ها از امیرعلی عزیزمون. آقای امیرعلی عزیز آماده پسرم؟ امیرعلی جان ببینیم امیرعلی عزیزمون آماده. سلام، شما مرسی، بفرمایید، منتظر حافظ خوانی شما هستی. درد ما را نیست درمان الغیاث، هجر ما را نیست پایان الغیاث. دین و دل بردن قصد جان کنند الغیاث از جور خوبان الغیاث. در بهای بوسه ای جان این طرف می کنند این دل ستانان الغیاث. خون ما خوردن این کافر دلان ای مسلمانان چه درمان الغیاث. همچو حافظ روز و شب بیخیشتن گشتم سوزان و گریان الغیاث. عالی، آفری، ماشالله بهتون، ماشالله، خدا حافظ همتون باشه، دست شما درد نکنه. پسرای گلم بسیار عالی خوندی، آفری به همتون، باریکالله، باریکالله به پسرای عزیزم، آفرین بهتون، انشالله که خدا حافظ همه تون باشه. پسرای خوبم، بله، کار همه تون عالیه، باعث خوشحالیه. بچه ها الان میخوام یک کلیپ خیلی خوشگه، چون دیروز درسمون در مورد زیارت و تو آب و معنویات بود، امروز میخوام صحبتمونو یک کلیپ خوشگه در مورد همین موضوع بذارم براتون، در مورد معنویات و دعا و این چیزا براتون بذارم. آماده هستید پسرا؟ خب اجازه بدید من بیارمش که براتون بذارم، این کلیپ زیبا رو با هم دیگه ببینیم.
اجازه بدید باز بشه که مقدار امروز مهر ضعیف دیر باز میشه. صبر میکنیم الان باز بشه. ببخشید بچه ها، من یادم رفته بود میکروفونم رو باز کنم. پسر خوبم، فکر کنم اینترنت ضعیفه، من باید یک بار خارج بشم از کلاس، وارد کلاس بشم، برای اینکه این باز نمیکنه برای من. چند لحظه شماها بمونید توی کلاس؟ باشه پسر خوبم، چند لحظه بمونید، من وارد کلاس میشم براتون. الان میام توی کلاس دوباره. بله بچه های گل من، الان نوبت میرسه به چی؟ به کویزمون. آماده اید همه برای انجام کویز؟ آفرین. کویز رو با هم دیگه نگاه میکنیم به سر خوبم. شروع کنیم. یک، دو، سه. بچه های گل من آماده؟ اجازه بدید من پیام رو پاک کنم، اجازه بدید چت رو خصوصی بکنم که برای من بیاد که شماها متوجه نشید که کدوم دوستاتون چی گفتن. حالا شروع کنید. یک، دو، سه. کویز ریاضی. خب ساعت چند است؟ آفرین، همه بزنید ساعت چند است. باریکلا، ماشالله ماشالله به پسرام.
آفرین، چه خوب بچه ها ساعت رو یاد گرفتید. هزار ماشاءالله، من نمیتونم بهتون علامت بزنم، امتیازاتتون رو بدم. آفرین، باریکالله باریکالله، آفرین آفرین. یکی اشتباه زده بود، حواسش رو جمع کنه. خب گفت ساعت چند است؟ اول میگید ساعت چنده، سوال اول رو پاسخ بدید، بعد برید سوال دوم که با قرمز نوشتم. سوال اولمون بود ساعت چند است، بعد سوال دوممون هست عقربه بزرگ 15 دقیقه یا یک ربع بعد روی چه عددی قرار میگیره؟ نگاه کنید، عقربه بزرگ عقربه سیاه هستش، اون عقربه مشکی هست. ببینید بچه ها، منم براتون ساعتمو بذارم. خب ببینید، منم الان اینجا ساعتمو گذاشتم براتون، نگاه کردید؟ دیدید بچه ها ساعت منو؟ خب من امروز یه ساعت جدید آوردم، میخوام یه صفحه ساعت جدید گذاشتم، میخوام رو این درس بدم. الان ببینید عقربه یه کوچولو مونده برسه به ساعت 4، ولی عقربه بزرگه اومده روی 7، میشه ساعت چند؟ میشه ساعت 3:35. آفرین. حالا اگر این عقربه بزرگه 15 دقیقه یا یک رو بره جلو به چی میرسه؟ خب یک رو همون 15 دقیقه است دیگه، درسته؟ ما گفتیم ربع میشه 15 دقیقه، نیم میشه 30 دقیقه. حالا گفتیم اگه یک ربع یا 15 دقیقه بره این عقربه بره جلو، رو چه عددی میاد قرار میگیره؟ آفرین، میگه 5 10 15 میاد اینجا قرار میگیره، میشه ساعت 3 و چی؟ اینجا میشه ساعت 3 و چی پسرا؟ 50 دقیقه. باریکالله. ساعتاتون کنار دستتون باشه، مثل من که هر روز ساعتم کنار دستم. بریم کویز دو. آفرین. کویز دو گفت ساعت چند است، عقربه ساعتتون رو بذارید، همه عقربه ساعتاتون رو بذارید. آفرین، منم گذاشتم عقربه ساعتم رو، عقربه ساعت رو بذارید همه. آفرین، باریکالله. ساعت چنده؟ باریکالله، ماشاءالله به پسرم، همه عقربه ساعت رو بذارن. آفرین. حالا سوال دو، گفته عقربه بزرگ نیم ساعت بعد رو چه عددی قرار میگیره؟ نیم ساعت بعد، نیم ساعت چند دقیقه است؟ بزنید برید جلو. آفرین، خیلی به سرام خوب جواب میدید، ماشاءالله. ببینید گفته ساعت چنده، نگاه میکنی ببینید الان ساعت چنده، عقربه کوچیک ساعت شماره، عقربه بزرگ دقیقه شماره. خب عقربه کوچیک ساعت چی رو نشون میده بچه ها؟ آفرین، باریکالله، ساعت دو رو نشون میده. عقربه بزرگ که حرکت کرده دقیقه شماره، اومده روی چی قرار گرفته؟ تو 15 دقیقه. 5 10 15 شد 2 و 15 دقیقه. حالا اگر نیم ساعت دیگه بره، نیم ساعت یعنی 30 دقیقه، باریکالله، میگی عقربه رو میگیری، میگی 5 10 15 20 25 30، میای عقربه تو میاری قشنگ اینجا میذاریش، میشه چی؟ میشه 2:45 دقیقه، چون هنوز یه کوچولو مونده بیاد به 3 برسه، درسته؟ آفرین بهتون، باریکالله باریکالله، ماشاءالله به پسرام. حالا بریم یه نفر رو ببینم نمیزنه برا من، نمیدونم چرا. خب خوابه، بیداشه. حالا کویز بعدی، بچه ها چه ساعتی، چه خوشگل ساعتمون. عقربه رو بچرخونید همه، همه عقربه رو بچرخونن، ساعتشون رو تنظیم کنن، ببینیم ساعت چنده. بچه ها همه عقربه رو چرخوندید، ساعت چنده؟ آفرین، ساعتتون رو بچرخونید، باریکالله باریکالله، عقربه ساعت رو بچرخونن. آفرین، باریکالله
باریکالله باریکالله. الان ببینید ساعت چنده. آفرین، یکی اشتباه زده بود. خب عقربه ساعت چنده؟ آفرین، اول بگید ساعت چنده. باریکالله باریکالله. آفرین بهتون. عقربه کوچیکه رو نگاه میکنید، بگید یه کوچولو داره هشت میره بالاتر، ولی ساعت هشته. عقربه بزرگه اومده رو چهار، چهار میشه بیست، یادمون باشه. پس میشه 8 و 20 دقیقه. خب گفته اگر از اینجا 20 دقیقه حرکت کنه عقرب بزرگه، گوش کنید، اگر عقرب بزرگه 20 دقیقه حرکت کنه میره رو چی؟ ببریدش 20 دقیقه جلو. آفرین، باریکالله بهتون، باریکالله. 20 دقیقه رفته جلو. آفرین، ماشاءالله که اینقدر قشنگ برای من میزنید. خب باریکالله. خب آفرین، باریکالله باریکالله. بله ببینید عقرب بزرگه اینجا، حالا 20 دقیقه میخواد بره عقرب بزرگه جلو. گفته 20 دقیقه بعد یعنی باید بره جلو، قبل یعنی برگرده بره عقب، قبل یعنی بره عقب، بعد یعنی بره جلو. خب حالا میره جلو 20 دقیقه، میگه 5 10 15 20. عقرب بزرگ اومد اینجا، شد چی بچه ها؟ آفرین بهتون، باریکالله، شد 8 و 40 دقیقه. مرسی که درست برام زدید. آفرین بهتون، خیلی تمرین کنید رو ساعتاتون. باشه بریم ساعت بعدی. گفته ساعت چند است؟ اول ببینید ساعت چنده. عقربه ساعتتون رو بچرخونید، همه عقربه ساعتتون رو بذارید رو ساعتی که اینجاست. ببینید ساعت چنده. بله آفرین. نه خیر، یکی اشتباه کرده، عقرب کوچیکه رو 12. خب آفرین، دقت کنید، عقرب کوچیکه رو ساعته، عقرب بزرگ دقیقه است. باریکالله. آفرین بهتون، باریکالله. یکی اشتباه زده بود، مواظب باشه اونی که اشتباه زده بود. خب گفته ساعت چنده، اول بگید ساعت چنده، باریکالله، بعدم برید سوال بعدی رو جواب بدید. اول ساعتمون چنده؟ خوب نگاهش کنین. باریکالله بهتون، آفرین بهتون، ماشاءالله بهتون. بعد ساعت ما اول عقرب کوچیکر نگاه میکنیم، ببینیم رو 12، عقرب بزرگ رو 2. خوب چند دقیقه رفته جلو؟ 5 10 میشه ساعت 12 و 10 دقیقه، درسته؟ خوب حالا 12 و 10 دقیقه است ساعت. الان ساعت چنده؟ 12 و 10 دقیقه. حالا 30 دقیقه بعد ساعت چند میشه؟ 30 دقیقه میشوریم بریم جلو. دقیقه همون 5 تا 5 تا، بگیم 5 10 15 20، 25 30. عقرب بزرگه میاد اینجا وای میسته، میشه ساعت چند؟ میشه 12 و 40 دقیقه. آفرین بهتون، باریکالله. برای خودتون یه دست خوشگل بزنید، همه یه دست خوشگل. آفرین بهتون. بچه ها ساعتو باید حتما هر روز تمرین کنید. روز 1 رو 20 دقیقه بشینید ساعت تمرین کنید. هر چی ساعتو تمرین بکنید ساعتو خیلی عالی تر یاد بگیرید. باشه پسرای گل من. خب مرسی ازتون که اینقدر قشنگ جواب منو دادید، من لذت بردم. پسرای خوبم، الان من پیام ها رو برمیگردونم به حالت اولیه و میریم سراغ کتاب ریاضیمون. بچه ها کتاب ریاضیمون رو باز کنیم. همه باز کردیم. خب درسمون رو بیاریم. آفرین به پسرای گلم، مرسی که همتونم سر کلاسی. خب بچه ها رسیدیم به صفحه 75.
همه صفحه 75 کتاب ریاضی رو باز کنید. آفرین بهتون. خب بعدی جون، بعدی جان چه سوالی دارید؟ خانم میز ما جون 22 یا 3 بود. خب درسته. الان بیا این صفحه باشه. الان بیا صفحه 75. مرسی، آفرین. خب پسرای گل من بریم صفحه 75. همه باز کردی؟ آفرین به شما ها. خب بله، یه سری از بچه ها چون نت ضعیف دیرتر رسید برای من، اشکال نداره، من اینجا رو پاکش میکنم، میخوام آماده بذارم که درس رو شروع میکنیم. میخوام تو پیام ها که برای من میزنید من میفهمم شما چجوری کار میکنید. خب من برم این قسمت رو برای تو مدادم رو باز کنم. همه بچه ها این صفحه رو بیارید، همه آوردید، آفرین بهتون، همه این صفحه رو بیارید. خب رسیدیم به صفحه 75 از کتاب ریاضیمون. در این صفحه در ادامه صفحه قبل اومده بچه ها، تمرین های این صفحه ادامه صفحه قبله. یادتون صفحه قبل گفتم واحدامون غیر استاندارده؟ گفتم یکی چینه داره، یکی پاپکون داره، یکی تراش داره. گفتم اندازه چینه با پاپکون فرق داره، اندازه پاپکون با گیره فرق داره، اندازه مداد ها با هم دیگه چی بود فرق داشت، یکی مدادش بلندتر بود، یکی مدادش کوتاه‌تر. پس گفتم اینجا اندازه گیری ما طول مدادها متفاوته، برای اینکه وسایل اندازه گیریمون با همدیگه فرق میکنن. خب حالا میاد این صفحه، گفته که سوال یک رو بخونی، اندازه طول این مداد را با وسایل مختلف اندازه گیری شده بیان کنی. خب بچه طول این مداد رو با 3 تا وسیله متفاوت اندازه گیری کردن، یک بار با گیره، یک بار با پاپکون، یک بار با شینه. خب حالا من میخوام ببینم شما چطوری برای من حل میکنید. بریم بشماریم و ببینیم طول مدادمون چقدره. خب حالا آماده باشید، من دوربیناتون و میکروفوناتون رو باز میکنم برای من بگید. آقای روحام مصدق، روحام جون، روحام به من بگه. خب سلام روحام جان، خوبی؟ صدات نمیاد. حالا خوب شد. سلام برای ماهت، صبح شما بخیر. خب شما مرسی. اینجا یه مداد به ما داده، بعد باب گفته با وسایل متفاوت اندازه بگیریم. حالا من دلم میخواد که قسمت اولو که طول مداد رو گفته با گیره اندازه بگیرید، میخوام ببینم طول مداد چند تا گیره است. میشماری؟ طول مداد چند؟ دو، پنج. بله، طول مداد چند تا گیره شد؟ 5 تا گیره. مرسی، دست شما درد نکن. آفرین. یک بار برو بیرون از کلاس روحام جون، یه بار از کلاس برو بیرون چون قطع شدی. روحام از کلاس خارج شو، دوباره وارد کلاس شو. باشه عزیزم. خب دوربین تو ببند. بله، یک بار خارج شو. امروز نت یه مقدار مشکل داره، اشکال نداره پسر خوب من. حالا میریم سراغ امیر حسین فراهانی. امیر حسین جون، شما قسمت دوم و امیر حسین بگه. امیر حسین جان. چشم. سلام پسرم، خوبی؟ خب امیر حسین جون، شما اندازه مداد رو با پاکون ها بگو. چند تا پاکون؟ اجازه بده دوربین رو باز کنم. خب امیر حسین اندازه مداد رو میخواد با پاکون بگه. خب پسر خوبم، خوبی عزیزم؟ بله. خب مداد ما طول مداد چند تا پاکونه؟ 4 تا. بله، بشماریم 1 2 3 4. طول مداد چند تا پاپکون بود؟
چهار تا. مرسی از شما، دست شما درد نکنه. بچه ببینید، من گفتم یه مداد به ما داده، بهمون گفته با 3 تا وسیله متفاوت اندازه بگیرید طولشو. یک بار روحام اومد طول مداد رو با گیره ها اندازه گرفت، گفت طول مداد 5 تا گیره. امیر حسین اومد طول مداد رو با پاپکن ها گرفت، گفت طول مداد 4 تا پاپکنه. پس ببینید اندازه گیره با پاپکن فرق داشته، چون گیره کوچیکتر از پاپکن بوده شده 5 تا گیره از طول مداد، ولی پاپکنه چون بزرگتر بوده طول این مداده شده 4 تا پاپکن. حالا بریم از روحام بپرسیم. آقای روحام صفیری عزیز، روحام جون، روحام صفیری، برات باز کردم میکروفون تو، باز نمیشه؟ خب اسکه باز نمیشه، اشکال نداره. میریم سراغ یکی از دوستای دیگه‌تون، پسر گلم. پسرها همه آماده باشید که من ازتون میخوام بپرسم، سریع بگیم به من جواب بدید. باشه پسرها، یک بار دیگه ببینیم دوربینش و میکروفونش باز میشه. روحام صفیری عزیز، باز میشه؟ سلام عزیزم، خوبی؟ خب روحام جون دوربینشون باشه، اجازه بده. خب بخون، الان طول مداد رو میخواییم با چینه ها اندازه بگیم. چینه ها رو میشماری برامون؟ بله. میشماریم با هم؟ یک، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. خب طولش 10 تاست. 10 تا چینه شد. روحام میدونی چرا طول مداد 10 تا چینه شد؟ از اونایی دیگه همچه چینه ها مربع کوچیکن، برای همین به هم میچسبن، کوچیکتر میشن، برای همین شد 10 تا. باری کلا به تو، آفرین به روحام. بچه ها روحام درست گفت، من گفتم چرا طول مداد شد 10 تا چینه؟ خب برای این که چینه ها کوچولوترن، وقتی کنار هم قرار میگیرن تعدادشون بیشتر از پاپکن و گیره ها میشه. پس اینجا بچه ها ما متوجه شدیم که طول یک مداد رو با 3 تا وسیله متفاوت که اندازه گرفتیم عددهای مختلف به ما داد، درسته؟ حالا پسر خوب بیایید بریم سراغ سوال دوم، ببینید تو سوال دوم بهمون چی گفته بچه ها. خب سوال دوم رو بریم ببینیم. گفته که سوال دو، چرا برای طول مداد عددهای مختلف به دست اومد؟ یک بار طول مداد شد 5 تا گیره، یک بار طول مداد شد 4 تا پاپکن، یک بار طول مداد شد 10 تا چینه. خب من میخوام این از یکی از شماها بپرسم، آقای تاهای میرزاده جواب منو بده، چرا برای طول مداد این مدادها عدد مختلف ما به دست آوردیم؟ خب تا جان میتونی توضیح بدی؟ بله. چرا برای طول مداد عددهای مختلف به دست اومد؟ یه بار 5 تا گیره شد، یه بار 4 تا پاکن شد، یه بار 10 تا چینه. میدونی چرا؟ چون اندازه ها مختلفه. بله آفرین، چون اندازه وسایل در اندازه گیریمون چی بود؟ ما فرق میکرد. حالا به من میگی من اینجا بنویسم بسرم؟ خب بگو به من. چون خب چون بعد شما هم بنویسید، چون من اندازه گیری، آفرین، اندازه گیری مختلف است. اندازه‌گیری مداد با وسایل مختلف بوده، چون اندازه‌گیری وسایل با همدیگه فرق کردن، چون اندازه‌گیری وسایل خب چون خانوم
خانم صدا و تصویرتون، خانم صداتون نمیاد، تصویرتون همینطوری مونده، رفت خانم. بچه ها چی شد؟ های بچه ها ببخشید، مثل که من قطع شدم، معذرت میخوام. باید اینو من یک بار ببندم دوباره بازش کنم که بتونیم با هم دیگه انجام، اشکال نداره. خب پسر خوب من، الان با هم میریم دنبال بقیه کارمون انجام. اجازه بدید من باز کنم در بقیه. خب بچه های خوب من، ما توی این قسمت بودیم که داشت تاها برامون میگفت، گفتش که چرا اومدیم رو سوال دو، گفت چرا برای طول مداد عددهای مختلف به دست اومد. بله بچه ها میدونید چرا؟ برای اینکه چون اندازه وسایل با هم دیگه فرق میکرد، چون اندازه وسایل در اندازه گیری با هم فرق میکرد. اجازه بدید با هم بنویسیمش. من مینویسم، شما هم با من بنویسید. چون اندازه وسایل، خب چون اندازه وسایل، چون اندازه وسایل در اندازه گیری، آفرین، در اندازه گیری با هم فرق داشتن. بله درست. ببینید چون اندازه، چون این مقدارمش اینجا برای سوال دو این بچه ها، اجازه بدید که من ریزترش بکنم ببینم میشه کوچولوترش بکنیم. خب چون اندازه وسایل در اندازه گیری با هم فرق داشتن، یه بار مدادها با گیره بودن، یه بار مدادها با پاکن بودن، یک بار مدادها با چینه بودن، چون اندازه هاشون بچه ها استاندارد نبود، یکیشون بزرگ بود، یکیشون متوسط بود، یکیشون کوچیک. حالا میریم سراغ سوال سوممون بچه ها جونم. سوال سوم گفته برای این که طول این مداد فقط با یک عدد مشخص شود چه راهی رو پیشنهاد میکنید؟ کدوم ها رو میتونید راه پیشنهاد کنید؟ هر کدوم میتونید راه پیشنهاد کنید من بپرسم. خب ببینیم از آرتین بپرسید. آرتین شما به نظر شما، آرتین کجایی؟ سلام عزیزم. به نظر شما برای اینکه طول این مداد فقط با یک عدد مشخص بشه چرا پیشنهاد میکنی؟ خطکش. با خطکش. خب آفرین. بریم ببینیم دیگه چه وسایل دیگر چی پیشنهاد میکنن دیگه بچه ها. خب پارسا، پارسا جان شما چه پیشنهادی داری؟ برای اینکه طول این مدادمون با یک عدد مشخص بشه چه راهی پیشنهاد میکنی؟
من پیشنهاد میکنم میتونیم که یه دونه خطکش بذاریم یا دیگه خطکش خودکار یا وسایلی که هم اندازه باشن. درسته؟ آفرین. مرسی. درست محمد حسن با یک عدد مشخص سلام بده. سلام خانم به شما بخیر. برای اینکه طول این ندا فقط با یک عدد مشخص بشه چه راهی پیشنهاد میکنی؟ خطکش و متر، چون اونا استاندارد دارن. بله درسته. بچه ها همه صحبتاتون درسته، پس میتونیم بگیم چی از وسایل هم اندازه استفاده کنیم که استاندارد باشه، مثل چینه یا خطکش. خب اینجا گفته برای اینکه طول این مداد فقط با یک عدد مشخص بشه چه راهی رو پیشنهاد میکنی؟ میای میگیم چی؟ میگیم از وسایل استفاده میکنیم که چی باشه؟ که در اندازه گیریش واحدش مشخص باشه، واحد اندازه گیری. پس از وسایل هم اندازه استفاده میکنیم. اینجا بنویسید بچه ها جونم، از وسایل هم اندازه استفاده میکنیم. خب از اجازه بدید، از وسایل هم اندازه استفاده میکنیم. از وسایل هم اندازه استفاده میکنیم. باریکلا بهتون میکنیم. از وسایل هم اندازه، مثلا شاید دیدید چینه ها هم اندازه باشن، شاید دیدید یک وسایل دیگه هم اندازه باشن. پس جواب این سوالمون میشه این. خب برای اینکه طول این مداد فقط با یک عدد مشخص شود چه راهی پیشنهاد میکنید؟ از وسایل هم اندازه استفاده میکنید، یا از خطکش استفاده میکنید، یا از چینه استفاده میکنید که چی باشن بچه ها؟ هم اندازه باشن. نوشتید پسرای گل من؟ لطفاً بنویسید همتون. خب اینو بنویسید که بریم قسمت پایین، میخوام به صفحه رو بزرگتر کنم که رو ساعت باید. پس ما گفتیم برای اینکه طول مدادهامون با یک عدد مشخص بشه چه راهی پیشنهاد میکنید؟ از وسایل هم اندازه استفاده میکنید. مثل چی؟ مثل چینه ها، مثل خطکش که عدد اندازه هاش استاندارد باشن. این چینه با ببخشید پاکن و گیره با اینا اندازه هاش استاندارد نیستن، اندازه گیری غیر استاندارد. این خب حالا ببینم کیاشا چه صحبتی داری؟ کیاشا چند چه سوالی داری پسرم؟ کیاشا؟ جونم؟ هم اندازه هستن، استاندارد هستن، ولی نه استاندارد هستن ولی هم اندازه نیستن. الان مثلا متر رادین خب 5 متر باشه، الان میتونی که دست من هست 3 متر. اجازه بده کیاشا، خطکش ها عدد هاش برای ما استاندارده. شاید یکی یه خطکش داشته باشه عدد 100 روش نوشته باشه 100 سانتی متر، یه خطکش باشه 20 سانتی متر باشه، ما اون عدد هاشو میخوایم. مثلا اگر که ما طول مدادمون بود 10 سانتی متر، متر شما 10 سانتی متر رو نشون میده، متر رادین 10 سانتی متر رو نشون میده، متر مثلا امیرعلی هم 10 سانتی متر رو نشون میده. اون طول متر اندازه خود متره که در کاربردهای مثلا خاصی داره، در ساختمان سازی متری خیلی زیادتر هم هستش. درسته؟ پس اینجا اندازه ما منظورمون میدونید چیه؟ مثلا هم اندازه منظورمون اینه که مثلا اگر از چینه استفاده میکنید از چینه های یک اندازه استفاده کنید، اگر قرار چینه بذارید گیره هم اندازه همون چینه باشه، نه که بزرگتر و کوچیکتر باشه، یا پاپکورن همون اندازه او چینه انتخاب بکنید. الان رو متر و سانتی متر کاری نداریم کیاشا، روز سه شنبه با متر و سانتی متر کار خواهیم داشت.
مرسی از شما که اینقدر دقیق هست. ما گفتیم از وسایل هم اندازه، مثلا میتونیم گیره بذاریم، میتونیم چینه بذاریم، میتونیم مهره بذاریم که هم اندازه باشه. خب بریم بچه ها سراغ قسمت پایین. گفته که ببخشید که من اینو تکونش دادم. خب کامل کن، بریم همه قسمت کامل کن. گفته ساعت چند است؟ من سوال بپرسم ساعت چنده؟ امیرعلی جون ساعت چنده؟ سریع امیرعلی. امیر بردیا ساعت نه و ده دقیقه. درسته، ساعت می نویسید نه و ده دقیقه. بچه ها اینجا حواستون رو جمع بکنید، نه و ده دقیقه. خب بذاریدش عددتون رو پسرهای خوبم، 9 و 10 دقیقه. بله، چون عقربه کوچیک بچه ها چیه؟ ساعت شماره. عقربه بزرگ دقیقه شماره. آفرین به امیر بردیا، درست گفت. امیر بردیا درست بهمون جواب داد، گفت ساعت بچه ها گفت ساعت 9 و 10 دقیقه. عقربه کوچیکه، یه کوچولو از 9 رفته بالاتر، ولی عقرب بزرگه روی عدد 2 قرار گرفته. ببینید شما ساعتاتون رو درست کنید بچه ها. الان اینجا عقرب ما دو ساعتمون دو تا عقربه داره، یکی عقربه ساعت شمار، یکی عقربه دقیقه شمار. الان اینجا گفته ساعت چنده، ما اول نگاه به عقربه کوچیکه میکنید، گفته ساعت، اول میگیم خب ساعت شماره میبینیم، میگیم خب ساعت 9 و بعد میریم سراغ عقرب بزرگ دقیقه شما، میگیم 9 و 10 دقیقه. خب ما نوشتیم ساعت 9 و 10 دقیقه است. حالا بریم قسمت بعدی رو بخونیم ببینیم ساعت چی گفته. حالا میخوام امیرعلی برامون این قسمت رو بگه. امیرعلی این قسمت دوم گفته قسمت رنگ شده نشان میدهد که عقربه بزرگ 30 دقیقه یا نیم ساعت حرکت کرده. حالا ساعت چنده؟ بچه ها ببینید منم برای شما یه قسمت رنگ کردم، نگاه کنید نیم ساعت میخوام بذارمش اینجا. ببینید همتون منم اینجا رو رنگ کردم، عقربم رو میارم اینجا. الان به نظر شما ساعت چنده؟ میتونی بگی پسرم ساعت چنده؟ نگاه کن، نیم ساعت. نیم ساعت همون چیه؟ 30 دقیقه است. ساعت الان شده چند؟ صدات قطع شده. ساعت چنده؟ یک بار دیگه امتحان کن. ببینید اول اینجا ساعت 9 و چند دقیقه بود؟ 9 و 10 دقیقه بود. 30 دقیقه حرکت کرد اومد پایین. شماردیم ببینید من این قسمتم رنگ کردم براتون، شد ساعت 9 و 40 دقیقه. بله بچه ها ببینید بچه ها شد ساعت 9 و 40 دقیقه. اگر شما هم یه فرق درست کنید روی ساعت بذارید، میتونید سریع ساعت رو بخونید، بگید 30 دقیقه، بگید 5 10 15 20 25 30 اقرا، اینطوری میذارید تا اینو گذاشتی متوجه میشی که ساعت 9 و 40 دقیقه میشه. ببینید بچه ها شد ساعت 9 و 40 دقیقه. پس اینجا می نویسید ساعت 9 و 40 دقیقه. مرسی، آفرین به شما. 9 و 40 دقیقه شما هم بزنید، 9 و 40 دقیقه. آفرین به شما، ممنون ازت امیرعلی جون. باریکلا ساعت رو خیلی خوب یاد گرفتید پسرهای گلم، آفرین به. خب اینجا شد ساعت 9 و 40 دقیقه. قسمت پایین گفته اگر عقربه بزرگ روی 15 دقیقه باشد، نیم ساعت بعد کجا قرار میگیرد؟ مقدار حرکت عقربه بزرگ رو با رنگ نشان دهید. بچه ها الان اینجاست، ببینید الان عقربمون اینجا دوتاش. الان ساعت چنده؟ 3:15. خب حالا گفته اگر این عقربه بزرگه از اینجا، گفته اگر عقربه بزرگ
روی 15 دقیقه باشه، اینجا باشه. حالا میخواد بگه نیم ساعت بعد کجا میره؟ بزنید همه نیم ساعت بعدو، همه نیم ساعت بعدو بزنید. آفرین، نیم ساعت بعدو بزنید ببینم. خب ماهان، ماهان جان، حالا ماهان، آفرین به ماهان. ماهان الان عقربه اینجاست، عقربه بزرگه. 30 دقیقه دیگه عقربه بزرگه میره رو چه عددی قرار میگیره؟ میتونی بگی؟ جان؟ 3:30. اجازه بده، نیم ساعت دیگه. نیم ساعت چند دقیقه است؟ 30 دقیقه. خب بشماریم، 5, 10, 15, 20, 25, 30. پس عقرب بزرگه میاد اینجا قرار میگیره، درسته؟ همه بکشید عقرب بزرگه رو. بچه شما عقرب بزرگه رو ساعتتون بکشید، اینجا بوده، عقرب بزرگه رو بیارید اینجا، رو همین ساعته بکشید، اینجا نگاه کنید، عقرب بزرگه رو بکشید. منم اینجا میام عقرب بزرگه رو الان براتون میکشم. عقرب بزرگه رو بکشید همه. خب ببینید، عقرب بزرگه رو من میام اینجا اینطوری میکشمش. دیدید بچه ها، من عقرب بزرگه رو اینجا کشیدم. حالا اگر من بیام اینجا رو باید انقراش رو رنگش کنید، رنگش کنید ببینم، نیم ساعت رو رنگ کنید. میشه ساعت چند الان؟ الان میشه ساعت چند؟ میتونید قرابه حالا عقرب بزرگه اومده روی روی چند دقیقه قرار گرفته؟ رو 45. آفرین، رو 45 دقیقه قرار گرفته. بچه ها می نویسید اینجا 45 دقیقه. مرسی بشید، مرسی ازت، دست درد نکن. بچه ها ببینید، اینجا به ما گفت که اینجا برسید رو 45 دقیقه. درست شد؟ سرا یه خط هم بذارید بالاش که چی باشه، دقیقه رو به ما نشون بده. خب حالا گفته مقدار حرکت عقربه بزرگ رو با رنگ مشخص کنید. حالا شما میایید مدادتون رو برمیدارید، اینقدر رو رنگش میکنید. ببینید اینطوری اینطوری رنگش میکنید اینجا رو، یعنی نیم ساعت رنگ کردید. نباید بیاید رو عدداتون رو رنگ کنید. خب یه جوری رنگش کنید که چی بشه؟ عددا پیدا باشه. من اومدم اینجا برای شما این ترقه رو درست کردم. شما هم حتما یه دونه از این ترقا رو درست کنید. بچه ها ببینید، اگر اینجوری درست کنید میشه 15 دقیقه. اینجوری که بذارید میشه ساعتتون 15 دقیقه میره جلو. ولی اگر یه نیم دایره درست کنید میشه 30 دقیقه. هر جا بذارید میتونید عددتون رو بخونید. نگاه کنید، الان این 30 دقیقه رو من رنگ نارنجی زدم. پسر خوبم، مرسی ازتون که اینقدر قشنگ ساعتم یاد گرفتید. آفرین. پس اینجا بینیستید، اگر عقربه بزرگ روی 15 دقیقه باشه، نیم ساعت بعد کجا میره؟ میره روی 9 قرار میگیره، میشه 45 دقیقه قرار میگیره تو ساعت. ببینید اینجا میگه 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. عقربه بزرگ اومد رو 45 قرار گرفت. درست شد پسر خوبم؟ خب حالا میریم یه چند دقیقه زمان داریم بچه ها. اگر کسی این صفحه رو هنوز کامل نکرده دستشو بگیره بالا، من نرم صفحه بعدی. همه کامل کردید این صفحه رو با من؟ ساعتاتون هم نوشتی؟ خب ببینیم رادین چیکار میکرده که اون موقع حالا هنوز دستشو باید تازه آورده بالا. آقای قربانیان چی کار میکردی پسرم اون موقع؟ حالا ببین میکروفونتو باز کردم، بکنم میکروفونش باز نمیشه. بچه جون من، اگر از اول زنگ با من حرکت بکنید هیچ وقت عقب بمونید. شما داریم اینجا توضیح میدیم و میریم جلو. همه انجام دادی؟ اگر کسی انجام نداده دستشو بگیره بالا، چون عکس کتابتون میخوام ببینم. خب همه انجام دادی؟ همه انجام دادی پسرا؟ چه سوالی داری آقای قربانیان؟ دستتو بگی بالا ببینم چه سوالی داری رادین قربانیان.
سوال داری عزیزم؟ خب انجام بدیم. بریم صفحه بعدی. بچه ها این صفحه رو نگاه کنیم. همه بریم صفحه بعدی. صفحه بعدیمون 76. من یه مقدارش رو توضیح میدم. بقیهش رو میذارم برای فردامون. هیچ کس اجازه نداره انجام بده ها. قبل از من هیچ کس اجازه نداره انجام بده. من فقط میخوام توضیح بدم اینجا رو. خب. چون فردا میخواییم با هم دیگه انجام بدیم. اینجا برای ما در صفحه ببینم. بله آقای قربانیان. خانم یه لحظه دوربینم رو روشن کنیم. بله عزیزم چشم. جناب آفرین باری کلا به شما. خیلی خوب انجام زدی باری کلا. رنگم کردی ساعت پایینی تو نصفشو؟ من آفرین به تو دست شما درد نکنه. مرسی ازت که اینقدر پسر درنگی هستی. خب بچه ها ببینید در صفحه 76 یه تمرین به ما داده، گفته که 4 تا مکعب رو کنار هم گذاشتید، یه چینه بزرگ شده. ببینید این به این چینه ها میگه مکعب، مکعب چینی. 4 مکعب چینه رو کنار هم قرار دادید شده یک چینه بزرگ. خب ببینید نگاه کنید اینجا رو با دقت. 1 2 3 4 ببینید اینقدر رو میبینید، این شده این 4 تا چینه ها که به هم چسبیدن شده یک چینه بزرگ. حالا ببینید اینجا چند تا چینه بزرگ داریم. اینجا هم 2 تا چینه بزرگ داریم، اینجا 3 تا چینه بزرگ داریم، ولی اینجا چینه بزرگ نداریم چون این خطه اومده پایین. گفته اندازه هر شکل را با کامل کردن جاهای خالی مشخص کنید. اینجا این خودکاره رو برای ما گذاشته. گفته دقت کنید با کنار هم قرار دادن 4 تا چینه کوچیک یه چینه بزرگ درست کردیم. حالا اینجا گفته طول خودکار چند تا چینه بزرگ و چند تا چینه کوچیکه. اینجا خوب نگاه کنید. گفته اندازه خودکار 3 تا چینه بزرگه. 1 2 3 اینجا نشته 3 تا چینه بزرگه. چند تا چینه کوچیکه؟ 1 2 3 ببینید 1 2 3 3 تا چینه کوچولوه. این خودکاره نه 4 تا چینه بزرگ بوده، یعنی از 4 تا چینه بزرگ کمتره، از چی 3 تا چینه بزرگ بیشتره. دقت کردید اندازه این خودکار؟ خوب دقت بکنید از 3 تا چینه بزرگ بیشتره ولی به 4 تا چینه بزرگ نمیرسه که ما اینو هم چینه بزرگ حساب کنیم. میایین میگین اندازه خودکار 3 تا چینه بزرگه و 3 تا چینه کوچولوه. خب حالا قسمت دوم رو نگاه کنید. یه نی گذاشته، گفته طول نی. خب گفته طول نی چند تا چینه بزرگه، چند تا چینه کوچیکه. ببینیم چینه بزرگامونو. یه چینه بزرگ، من رنگ مدادم رو عوض میکنم، اینجا میشه 2 تا چینه بزرگ، اینجا میشه 3 تا چینه بزرگ، اینجا 3 تا چینه بزرگ، اینجا میشه 4 تا چینه بزرگ. بچه ها اینجا من میتونم 5 تا چینه بزرگ حساب کنم؟ نه، برای اندازه اینه از 4 تا چینه بزرگ بیشتره. ببخشید، بله 4 تا چینه بزرگ بیشتره ولی به 5 تا چینه بزرگ نمیرسه. پس خوب نگاه کنید ببینید تا اینجا اومده. پس ما نمیتونیم بگیم اندازه طول این نی 5 تا چینه بزرگه چون این 5 خط خورده روش. ما میایم میگیم طول نی 4 تا چینه بزرگه و یه دونه چند و اینجا چند تا چینه کوچیک. خب حالا چون بقیهش رو میخوایم برای فردامون بذاریم، لطفا هیچ کس این سفر رو انجام نده. باشه، مرسی از همتون. پسرای خوبم
رو هیچ کدوم دست به این نزنید، این رو بذارید برای فردا. بچه های خوب من، سنگ بعدی شما ها میخواید با آقای امامی ورزش انجام بدید. من تو کلاس نیستم، زنگ بعدیش میان ما با هم فارسی رو میخونیم. اونایی که زیر کلمات مهم طلایی دست و خط نکشیدن حتما خط بکشن، چون براتون عکسش رو فرستادم. الان زنگ تفریحه، برید استراحت کنید، آماده بشید برای زنگ بعدی که ورزش دارید. باشه به سر خوبم، مرسی ازتون. پس این صفحه 76 رو انجام ندید و صفحه 76 من یه توضیح دادم، فردا میخوایم انجام بدیم. مرسی از همتون. خدا قوت تا زنگ بعدی.